بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم دانش آموز عزیزم. بریم سری سراغ تست جلسه 11 همه کارگاه تستمون تستینگ. به طور معمول اینترفرون ها جای خالی پروتئین های مکمل. تیپ تست مقایسه است، دو تا پروتئین دفاعی داریم ما مقایسه می‌کنیم. من فقط بچه‌ها یه نکته براتون اینترفرون رو بهت بگم. ببین تو تست های طراح تست راست حسین اومد بهت گفت که آقا اینترفرون من نوع 1ه، اینترفرون من نوع 2ه. وقتی دیگه اسمی مثلا میگه اینترفرون نوع 1، تو باید تمام نکات اینترفرون نوع 1 رو بیار تو ذهنت لحاظ کنی. ولی اگر تست داری میزنی مثل اینجا، طراح نمیاد بهت بگه اینترفرون خالی، بهت میگه اینترفرون ها، نمیاد بهت بگه نوع 1 نوع 2. حالا میخوای جا خالی درست پر بکنی، پس یادت باشه جفتشون رو باید در نظر بگیر، هم نوع 1 هم نوع 2. حالا بری جمله رو برداری بیاری که برای جفتشون صرف بکنی. تیپ تست مقایسه است دیگه، خودتون حرفه‌ای شدید. تیپ تست مقایسه رو هوا میزنی و میری و میدونید که بچه‌ها تو تیپ تست مقایسه مون بزرگوار اول با جمله چک میکنیم و چون می‌خوایم جمله رو درست پر بکنیم، اگر این با این جمله میخون اوکی بود میریم درگیر مقایسه اش هم میشیم. پس من جمله رو بهش اوکی میدم که بعد جفت اینترفرونام هم نوع 1 هم نوع 2 بخونه. گزینه‌ها رو تحلیل کنیم. اینترفرون ها یعنی هم نوع 1 هم نوع 2 امکان نداره توسط یاخته سالم ساخته شود. غلطه. چرا؟ برای نوع 2 نمیخونه، چون تو میدونی بچه اینترفرون نوع 2 رو کی میساخت؟ لمسته تی و یاخته کشنده طبیعی که سلول سالم بودن. تو چرا میگی امکان نداره؟ غلطه، به درد من نمیخوره. اینترفرون ها میتوانند با عوامل بیماریزای غیر زنده مبارزه کنند. مقایسه همانند پروتئین مکمل. خوب گوش کن تا این پروتئین مکمل چند تا نکته میگم قشنگ حواس اینجا. خیلی مهمه تو تست رو گوش کن. ببین وقتی تو تستی داره برات روزه میخونه طرا، خوب گوش کن، داره میگه پروتئین مکمل با ایجاد منفذ بر قشای میکروب. غلطه. وایسا، چرا داره میگه پروتئین؟ آقا چی باید بگه؟ پروتئین های مکمل. بچه ها پروتئین مکمل به تنهایی نمیتونه ایجاد منفذ بکنه رو قشای میکروب. پروتئین های این یادت میمونه؟ نه، یاد اینجوری بد بندازه تو جمع. ببین گروه میشن، تیمی کار میکنن. پروتئین های مکمل بله، و ایجاد منفذ بر قشای یاختهای بدن نه، تازه قشای کی؟ میکروبه. نکته اول. نکته دوم که خیلی هم مهمه، اینجا دیدی پروتئین های مکمل به کی رفتن حمله کردن؟ آره آقا، بر قشای میکروب. اینجا اون منفذ دادن دیگه، قشای میکروب. یعنی میکروبه تو، این میکروب هدف تو چیه؟ قشا داره. پس اینم یادتون باشه پروتئین های مکمل به هر میکروب وارد شده در بدن هم کاری الزاما ندارن، میکروبی که قشا داره. اینم یادتون باشه. و نکته سه که باش کار دارم الان تو این تست، الان میکروب جنرال تو چیه؟ قشا داره. این میکروب قش سلول زنده است. با چرا داره این گو همانند؟ بهتون گفتم توی دیپ تست مقایسه وقتی میگه همانند، یعنی این جمله برای بزرگوار دوم هم باید بخون. اگه گفت برخلاف، یعنی برای این نه، برای دو بزرگوار دوم نباید صدق بکنه. حالا اینجا گفته همانند، یعنی این جمله باید برای اینم درست باشه دیگه. پروتئین های مکمل میتونه با عوامل مرزه غیر زنده. نه آقا، میکروب قشا داره که سلولی که زنده. چرا میگه غیر زنده؟ به ویروس کاری نداره پروتئین مکمل، به ویروس که کاری نداره. غلطه، به درد من نمیخوره. میرم گزینه بعدی. اینترفرون ها ممکن نیست به میکروب های وارد شده حمله کنن. بیا چک کنیم اینترفرون نوع 1 چجوری بود. اینترفرون نوع 1 سلول آلدوبروس میساختش و ترشح میکرد که هم بر خودش و هم بر سلول های سالم مجاورش. اینا تو تستو مراقب باشو. بر سلول سالم سراسر، نه سراسر بدن، چی مجاورش چی کار میکرد؟ آقا ساخته میشد ترشح میشد که چی بشه؟ بر خود این سلول آلدوبروس و این مجاور اثر میکرد که چی بشه؟ افزایش مقاومت، یعنی به خود ویروس کاری نداشت. این برای اینترفرون نوع 1. نوع 2 چی بود؟ گفتم آقا یاخته کشنده طبیعی و اون لمفوسیت تی میساختنش رو ترشح میکردن. حکم بی سیم رو داشت اینترفرون نوع 2. حکم بی سیم به کی؟ ماکروفاژ. مثلا اینجوری ماکروفاژ مگه فلان صداش میکردن، یعنی اون حالت بود. برو بیا مثلا به اینترفرون نوع 2 میگم برو به ماکروفاژ بگو بیاد. ببین اینجا بر یه سلول سالم دیگه اثر میکرد، یعنی بر ماکروفاژ که ببین سلول سالم میسازش بر سلول سالم اثر میذاره. ولی اینجا میبینی اینترفرون نوع 2 و باز با خود اون شخص میکروب کاری نداره. اینترفرون نوع 1 هم بود، با شخص خود ویروس کاری نداشت. پس این جمله برای جفت اینترفرون کاملا درسته. بله ممکن است به میکروب وارد شده، چه نوع 1 میخواد باشه پروتئین اینترفرون نوع 1، چه میخواد اینترفرون نوع 2 باشه، با خودش کاری نداره. حالا برام درگیر مقایسه اش میشن. گفت برخلاف، یعنی این جمله برای این باید غلط باشه. بچه‌ها پروتئین های مکمل ممکن نیست به میکروب وارد شده حمله کنن. اتفاقا ممکنه. تو چرا میگی ممکنه؟ گفتی برخلاف، دمت گرم، جواب میشه گزینه سوپر. همین الان داشتم میگفتم پروتئین، کی گفته ممکن نیست؟ فقط این میکروب، هر میکروبی نه ها، میکروب قشا داره بله اونم تازه پروتئین های مکمل بله با هم میرن قشاشو میزنن سوراخ میکنن. اما گزینه 4 میگم مجلسی چک بکنیم.
اینترفرون ها فقط توسط یافته دفاعی غیر اختصاصی ترشح میشن. غلطه دیگه، اینترفرون نوید گفتم لمزه تی هم زود. اون تی خط سوم دیگه اختصاصی، چرا میگی غیر اختصاصی؟ غلطه، به درد من نمیخوره. بریم تست دو. هر یافته دفاعی، هر تستا قید کلی خودت میتونی، هر یافته دفاعی ترشح کننده هستم. اینم خوب گوش، اینا رو بچه خوب گوش کنید. حیف تست ممکن خطایی دی، حیف گوش کن قشنگ. ببین یاخته دفاعی ترشح کننده هستم دو تا بزرگی آره، بازوفیل ماستوسیت. فقط نکته مهمش اگر تو تست داره بهت میگه بیگانه خاره، این فقط این ماستوسیت. در بافته فقط ماستوسیت، در خونه اینجا میگه میشه فقط بازوفیل. ولی اینجا الان من کلی گفته هر یاخته دفاعی ترشح کننده هیستامین، نمیاد بگه در خون، نمیاد بگه در باف، نمیاد بگه بیگانه خاره، نه اینا رو نگو. پس جفته شدن میخوای جاخالی درست بر بکنی، برو جمله رو پیدا بکن که هم برای بازوفیلت هم برای ماستوسیتت صدق بکنه. دمت گرم، گزینه‌ها رو چک بکنی. جزی از دومی خط دفاعی بدن محسوب. من آماری گفت جفتش رو چک بکنم. خب هم ماستوسیت کجاست؟ خط دومه. خب این برای اون اوکیه، برای بازوفیلت اونم خط دوم. اه جمله درسته، جواب گزینه یک میشه، ولی گزینه دیگه هم چک میکنه. نوع یافته با توانه بیگانه خاریه، برای ماستوسیت درسته، برای بازوفیله نمیخونه، برای جفتش غلطه، به درد من نمیخوره. قادر به ترگزاری دیابتست، توانه دیابتست، توان از دیواره مورکا به طورم گفتم دیگه بچه دیابتست هم یادتون بمونه، نه روزه برای دیابتست بخونه بگه سخرک سیاهرک، غلطه ها. هر رگی هم نه، مورک تازه اونم مورک خونی ها، مورک لنفی بهت نندازه، اینا موزه باش. آقا توانه دیابتست برای بازوفیل درسته، ولی برای ماستوسیت قله. بهتون گفتم یاخته دفاعی که در بافته بیگانه خارهای بافتی که برای داره روزه میخوره، مثل ماستوسیت، مثل دارینه، مثل ماکروفاش، برای اینا منطبق بر کنکوره، رفرنس کنکوره تو کتابت. چون برای دارینه بهت گفتم بر اساس بحث مقالات علمی توش ایراد وارده، ولی برای کنکورت حکم قطعیه. مشتی تستو بزنم آقا، یادت باشه برای کنکورت این سه بزرگ کیا؟ ماستوسیت، دارینه، ماکروفاژ. خون دیدی خط بکش رو، غلط به درد تو نمیخوره. برای همین اینا که تو خون نیستن، تو بافتن، اینا که دیگه دیابتز ندارن دیگه. ببین خدا وکیل دیگه راحت دیگه، اینا هم پس توانه دیابتز، این سه بزرگ هم توانه دیابتز ندارن. خب برای بازوفیل دیابتز اوکیه، ولی برای ماستوسیت نه، دیابتز نداره، غلط به درد من نمیخوره. چهار در پوست و مقاد به فراوانی، این داستان برای ماستوسیت اوکی، برای بازوفیله غلط. گفتم برای جفتشون بعد اوکی. در واقع این نکته بهتون بگم، اینم خوبه گوش کن، تو بحثی که داشتیم میکنیم گفتم دوزو داشتم میدم کلیپا درس میکردیم تو متن کتاب دادم بود، بهت گفتم که دارینه و ماستوسیت در پوست، ولی جاهایی که نمیدونم در ارتباطاتون هم روزه داشتیم در ارتباط فلان لوله گوارش هم اونجا بهت گفتم. اینو من فقط خواستم یه یادآوری بهت بکنم، متن کتابو داری ماسمال میکنی، اونم حواست باشه توی تستی از لوله گوارش وارد اینجا یهو میبینی داستان این چیه، به خاطر اون از اون در داره وارد میشه. به اون کلمه لوله گوارش هم یادت باشه، وقتی لوله گوارش داره برات وارد میشه اشکال نداره، بگو من میدونم که به فراوانی بگو من میدونم چیه. بریم تست بعدی. تست سه، کدام گزینه در مورد دومین خط دیگه دمش کنم دیگه، خودش گفت دومین خطمون. خب ناد سری دورش خط سری غلط رو میخواد باش. گزینه یک، به طور غیر اختصاصی علیه میکروب‌های بیمارز فعالیت میکنه. خط دوم راست میگه، درست رو میخواستی؟ نه غلط رو میخواستی، پس به درد من نمیخوره، چه جمله درستی. میرم گزینه بعدی، در برابر هر ماده خارجی پاسخ سری و عمومی ایجاد میکنه. غلط رو میخواستی، جواب گزینه دو. چرا؟ اصلا بهتون گفته بودم بچه نه خط دوم، کلن دستگاه ایمنی بچه الزاما به هر ماده خارجی که پاسخ نمیده، اصلا خط کلن دارم بهت میگم، این حکمه کلیه، به هر ماده خارجی که الزاما پاس، چرا میگه هر، چرا قید کلی، الزاما به هر میکروبی، به هر ماده خارجی. آقا یعنی ممکنه میکروبی هم تو بدن باشه؟ آره میکروبای روزه میخونیم دهان، میکروبای مفید تو لوله گوارش، به اون کاری نداره که. چرا میگه الزاما به هر ماده خارجی؟ غلطه، غلط هم واسه جواب گزینه دو هست، ولی گزینه سه و چهار هم مجلسیه، چک بکنیم. یاختای خونی و غیر خونی در این خط فعالیت میکنه، یاختای خونی در خط دوم برای گلوله سفید خونی که داشتیم روزه میخونیم حسن. آقا اینجوری میگه منظورش چیه وقتی میگه یاختای خونی غیر خونی؟ یعنی بچه این یاختا برای اینم هستا، یعنی اینجوری داره حذف به از این حالت دیگه قرینه اون داستانا میکنن دیگه، یعنی یاختای خونی و یاختای غیر خونی. آقا ما یاخته غیر، آره یعنی یاخته که تو خون نیست، همین الان گفتم بیگانه خاره ماکروفاژ داشتیم روزه میکنه غیر خونی، بله حضور داره خط دوم، درسته به درد من نمیخوره. گزینه چهار، هر گوچه سفید بیگانه خاره متعلق به این خط است، اینم درسته. فقط یه نکته بهت بگم، حیف داریم صحبت میکنم، اینم گوش کن، اگر اینو پاک میگم میگم هر بیگانه خاره این غلط بودا، آقا چرا گوچه
هر بیگانه خوار میگفت بیگانه خوارها رو که ما اومدیم دستبندی کردیم دیدم تو متن کتاب. اشکال نداره، تو یادت نیست با هم صحبت میکردیم بهتون گفتم بچه همه تو اون موقع هم بشم بهتون درست میدم بهتون تاکید کردم گفتم یادتون باشه بچه هر بیگانه خواری الزمن گویچه سفید نیستا بابا فصل 7 تو دیدی یاختای سرتولیو تو همین مغز و اعصاب دیدی نوعی از یاختای نوروگلیا که میکروگلیا هستن حالا اسمش هم برای خودتون فقط بدون نوعی در همین حد برای کنکورت کافیه نوعی از میکروگلیا هستن حالا کاری نداره که اینا کلکش هم بهتون بگم دانشگاهتون یادتون بمونه کلکی بود که ما می‌ذاشتیم برای خودمون میک میزنه مثلا اینجوری میگفتیم دیگه یعنی مثلا فاگوسیتوز میکنه اینجوری برای خودمون کلک باشه حالا ولش کن شما نیازی ندید فقط همین دسته ای از نوروگلیا اونا هم فاگوسیتوز دارن اونا هم بیگانه خاری دارن پس نها کن این حکم اینجوری نکنی یا هر بیگانه خاری در خط دوم هر بیگانه خاری الزامن گویچه سفید نه ولی وقتی داریم که هر گویچه سفید بیگانه خار آره دیگه هم دسته بندیه خودمون میشه که کاملا درست ولی ما درست تو این تست میخواستیم و غلط رو میخواستیم تست 4 چند مورد درباره همه یاختای بیگانه خار دوم میخواد ببین اینجا مگه نمیاد برای من تاکید کن همه بیگانه خار تو دیگه باید همه رو در نظر بگیریم ولی خب روزه بحث ایمنیه دیگه درباره همه یاختای بیگانه خار دومی خط دفاعی درسته درست دار تیتس مورد شما درست دار میخواین بشمنی برای همشونا همه بیگانه خارها یعنی همون بافتیا همین نوتروفیله نوتروفیل بنده خدا روزش میکنیم که از خون میتونست دیابتس کنه فلان برای همشون درست بشه یعنی جمله رو پیدا کن که برای همشون صدق بکنه با اونا رو بشمنی الف در ارائه آنتیژن به یاخته ایمنی نقش داره این برای کی بود برای دارینه بود ولی برای همشون صدق نمیکنه غلط به درد من نمیخوره من جمله میگم برای همه ب قادر به انجام حرکات آمیب مانند یادتون بهتون گفتم بچه‌ها هم موقع داشتن رسید گفتم بچه‌ها یه سری ویژگی برای همشون هست برای همه این بیگانه خارهایی که تو این خط دوم دارین دستبندی میکنین برای همشون هست یکیش همین بود که کاملا جمله پای کاذب حرکات آمیبی یادتون موقع بهتون گفت کاملا جمله درسته یک میشمارمش جیم از رشد و تمایز مونوسیدها ایجاد میشود این که داره برای ماستوسید نمیگه ببین بعد میگم برای همه بعد بخونه مثلا برای ماکروفاژی درسته برای دارینه درسته ولی مثلا برای ماستوسید غلطه نمیخونه که غلطه به درد من نمیخوره دال در شرایطی میکروبهای درون خون همشون که در خون نیست نوتروفیل قبوله ولی اون سه تا بزرگوار چی که در بافت غلطه به درد من خب یه دونش درست بود جواب میشه گزینه یک تا 5 یه کوچولو بیام پایین بهتر ببینین یه کوچولو اومدم پایین که بهتر ببینین تست 5 کدام گزینه عبارت مقابل به نادرستی من غلط رو میخوام ها غلطه رو میخوام در یک فرد هر بیگانه خاری که این خیلی مهمه ها یعنی تو ذهن باید بره به اون سمت که جای خالی است جای خالی برو جمله غلط رو پیدا بکن اینش هم مهم هر بیگانه خاری که در ایجاد علائم حساسیت موثر ببین روزه حساسیت ببین روزه حساسیت چیه هیستامین حالا دور اطرافیان تو اگه دیده باشین کسی که حساسیت داره اصلا چی میخوره قرص آنتی هیستامین اینجوری تو ذهنت میمونه هیستامینه از هیستامین کیا تو ذهن بهت گفتم ترشح کننده هیستامین بازوفیل و ماستوسید حالا آقا من جفتشو در نظر بگیرم دیگه نه دیگه نه آقا چرا اینجا داره بهت میگه بیگانه خار بازوفیل هست شد پس بیگانه خاری که در ایجاد علائم حساسیت یعنی هیستامینه رو ترشح میکنه اینجا دیگه فقط ماست چون هم بیگانه خاره هم هیستامینه رو ترشح میکنه حالا یه نکته قشنگتر اینه بهت بگم حیف داریم صحبت میکنیم یادتونم باشه بچا تو حساسیت ماستوسیت که هیستامینه که میریزه بیرون این ماست این ماستوسیت سالمه اما تو التهاب خب این حالا اگه مثلا برای خود پیرین کردی یا نکردی جزوه جای خالی سفید داری اینو بنویس حیفه برای خود مثلا دوتا پیکان اینجوری بکش برای خود اینجوری دوتا پیکان دوتا فلش حالا مثلا پیکان بریم مثلا حساسیت دو نقطه التهاب دو نقطه خب اینجوری بنویس برای خود حساسیت یاد باشه تو حساسیت ماستوسیتی که داره برای دیستامی میرزی بینید ماستوسیت سالم اما تو التهاب متن کتاب بود ماستوسیت چی بود داغم آسیب دیده بود یاد باشه علایان آقا من شناختمش اون بیگانه خوار فهمیدم خب ماستوسیده چی میخوای بگی ریسکیسای حاوی هیستامین دارن خب راست میگه هیستامین هم داره ریسکیسه وزیکول های داره جمله درسته به درد من میخوره نه بابا من غلطتر میخوام به درد هیچ میام دست بر در یک بعد هر بیگانه خواری که قادر به انجام ترگزاری دیابتزه تو بیگانه خوارها نوتروفیل است که نه این ماکروفاژ اینا نه تو اونا که بابا تو بافتم اون که تمام دیابتز ندارم دادم نمیذارم ببین اونا نه نوتروفیله خب شناختمش نوتروفیل نوع نیروی واکنش سریع محسوب جمله درسته به درد من نمیخوره من غلط هم گزینه سه هر بیگانه خاری که فراوان در بافت پیوندی پوست من الان در این هم نکته دهتون میکنم چون دانش آموزا معمولا میرن تو این
یا اول بافت پیوندی داستان بابا اینو ببین کیو بره بهت میگه دارینه یا ماستوسیستر. خب گرفتیش، حالا برو سراغ جمله ادامش. از یاخته بنیادی میلویدی منشأ میگیرد، ماستوسیست که کاملا درسته، دارینه یا که میدونی چون باباش مونوسیته و مونوسیدم از میلویدیه، یعنی غیر مستقیم. اگه مستقیم میگفت داستان داشتیم باهاش، ولی برای دارینه خب غیر مستقیم دوباره از اونم منشأ میگیره دیگه. کاملا جمله درستیه ولی باز به درد من نمیخوره چون من غلطا رو میخواستم جواب میشه گزینه 4. آقا سوال بچه، آقا چرا این گودر بافت پیوندی پوست؟ خب من که میدونم تو شکل داشتیم روزه میخوندیم، برای من لایه بیرونی درونی گرش اپیدرم درمیاتونه کتابتونه دیگه شکل چیزا. اونجا که دیدمش اونجا آقا مثلا دارینه داشتیم روزه میخوندیم، مثلا یه تیکش بلنگ شد اومده رو رگ لنفی اینه شکل هست. آقا اون که لایه بیرونی بود، اون که سنگ فرشی بود، بافت پوست چرا داره میگه بافت پیوندی به شما ازش قبول کردی؟ خب در مگه بهت نگفتم؟ گفتم اون بزرگوار. بچه یادتون بمونه، اولا برای این بزرگوار، خوب گوش، برای این بزرگوار حکم تو پوسته، گرفتیش پوست. دو ببین به فراوانی، هم میتونی اونجا ببینیش هم تو درمه میتونی ببینیش. چرا روزه برات خوندم بهت گفتم وقتی که اون تیکه رو میذاره میاد از درم، و همین تو داشتم گوش نمیکنی، خوب تو کلیپا دارم بهت میگم، گفتم میاد در از درم میره تو رگ لنفی، میره به گره لنفی که حالا ارائه بکنه به لنفوسیت. پس یادتون باشه هم ما میتونیم در اپیدرم هم میتونیم در درم ببینیمشون، فقط یادت باشه که میتونیم در جفتش ببینیمشون. میدونی الزامی نداره بگی فقط در این یا فقط در اون. تازه اینم بگم حیفه این کارم انجام بدید، تو همین چند تا کلیپ پیش داشتیم روزه میخوندیم، هم اون شکل جونم به این شکلی که تو بحث حواس از پوست داشتیم، هم برای همین گفتاری یک همین فصل پنج، تو اون اگه جزء نکته که نوشتی اینم میتونی ببری بهش اضافه کنی. مثلا تو همون حواسی که بهتون گفتم جزء نکته که مینوشتیم، گفتم آقا در اپیدرم اینا رو داریم، در درم اینا رو داریم، یه نکته اون بغل میتونی اضافه کنی که من یادم بمونه اینا رو، این بزرگوار رو دارین یا ماسوس اینا رو یادم بمونه که میتونم به فراوانی در اینجاها ببینم که اصلا تست خاص ترکیب کنه اینا یادتون باشه. حالا من غلطم با حذف گزینه جواب میشه گزینه 4. منظورم اینه که بچه خیلی درگیره گیر بدیم مثلا آقا سوال میتونه از 10 راه وارد شه ها، یعنی بحث اپیدرم و درمو برای این بهت گفتم میتونه از اون 15 رقم بخشی از پوست که دارای فلان بچسبونش به اون بحث اپیدرم و درم. در اصلا خودتو اذیت نکن، بگو آقا پوستم من که فهم تو داری میخوای یه کسو کد بدی بیگانه خاری که داری باش روزه پوست میکنه، من که گرفتم که داری نیو اصلا میخوای روزه بخونی، سری اوکی شو بگی بعد جمله رو چک بکن. اما آقا گزینه چرا میشه که مجلسی بکنیم؟ هر بیگانه خاری که حاصل تغییر نوع گوچه سفید کیان، آقا تغییر کرده گوچه سفید، آها مونوسیتر میگه که تغییر کرده که به چی؟ تو بافت. وقتی اون میاد تو بافت، برای همین بهتونم گفتم بچه ما مونو ببین تو کنکور یاد باشه مونوسیت تو خونه، اومد تو بافت دیگه بهش نمیگه مونوسیت، دیگه تغییر میکنه میشه ماکروفاژ و میشه دارینه. حالا اینجا کیه حاصل تغییر نوع گوچه سفیده؟ جفتش میتونه باشه، یعنی هم میتونه دارینه باشه هم ماکروفاژ، پس جمله باید باشه که بر جفتش میسازه. ادامش چی میگه؟ میگه یاختای مرده بافتا رو از بین میبرد. خب این برای جفتشون صدق نمیکنه، این برای ماکروفاژ اوکی، برای دارینه اوکی نیست، برای همین غلطو میخواست جواب میشه گزینه 4. بریم تست بعدی. از اینجا دیگه وارد تست نرمم سراسری و آزمون جامعه هاش. آقا سال 90 یه چنین تستی اومد، تست 6 تولید جای خالی فقط جاست، ببین فقط حکم قطعی در یاخته های سالم بدن ممکنه، یعنی فقط سلولی که میسازش سالمه، بررسی کنیم. اینترفرون آقا نیومد به من بگه نوع 1 نوع، گفتم اشکال نداره جفتشو در نظر بگیم، اینترفرون نوع 1، آها نوع 1 سلول آلوده به ویروس بود، داره میگه فقط در یاخته سالم، غلطه به درد من نمیخوره. پرفورین یاخت بهتون گفتم لاموسته تی کشنده دیگه، تی کشنده که میدونی چیه، سلول سالم یاخته کشنده طبیعی، اونم سلول سالمی که پرفورین میسازه، یا فقط یاخته سالم میخواستی جواب میشه گزینه 2. ولی گزینه دیگه هم چک کنیم، هیستامین. همین علامه همین تست قبلی بهت گفتم، گفتم بچه یادتون باشه ماستوسیته در التهاب، اون ماستوسیتی که در التهاب داره هیستامین ترشح میکنه، متن کتابت آسیب دیده داره میگه یاخته سالم، پس این غلطه به درد من نمیخوره. پروتونومیناز که بچه یادتونه اصلا اون نمودار جونم به نمودار خیلی خوبی هم بود، از دهم اگه تو ذهنت فقط مونده باشه اصلا اونجا میگه، میگه بافتا و گردای آسیب دیده، بعد میگه پروتونوم اصلا همون اون تو ذهنت نشسته باشه تستو راحت دانش آموز میزد، خیلی تست. حتی اون بنده خدایی که سال 90 داشتم میدم اونا نظام قدیم بودم، ولی این نکته خب جفتتون مشترکه دیگه، جواب گزینه 2 به همین راحتی. بریم تست بعدیمون، تست 7 سراسری خارج کشور سال 94. اینو گفت کدام گزینه در مورد انسان درسته؟ دیپ تست
گزینیاب تیپ تستی که 20 توش هی میگم که یادت بمونه 26 تا از تستای 98 همین کنکور از مدل گزینیاب بود. برای همین شما مسلط باشید به این. ولی مهمترین نکته بچه تو گزینیاب واژه هاست. خیلی بچه‌ها من می‌پرسن آقا مثلا قلق چیزی واژه ها تو گزینیاب به کلم واژه ها خیلی چک کن. همینا که هر فلان هیچ یک فقط به اینا خیلی چک کن. ما درست رو می‌خوایم دورش خط می‌کشی بیا تحلیل کنیم. یک پاتن ها در نابودی هر میبینی با واژه ها بازی میکنه هر آنتیجنی یعنی همشون خب پاتن ها در نابودی هر آنتیجنی نقش اصلی رو دارن نه چرا اینجوری دارم میگی سلول سرطانی بهتون گفتم سلول سرطانی آنتیجن تغییر میکنه دیگه میشه سرطانی اینا با سلول سرطانی که پات اتفاقا اونجا بهتون گفتم لمس تی کشنده پر اگه میخوای پروتئینی بگی پر چون بچه‌ها میدونید یاخته کشنده طبیعی اما در خط دوم اون بزرگوار هم هست برای سلول سرطانی آلدوبروس یادتون بمونه ولی علی ایار منظور در کل اینه اگه میخوای رو پروتئین صحبت کنی پرفورین اون اتفاقا نقش اصلی داره چرا میگه پاتن هر آنتیجن غلط به درد من نمیخوره گزینه دو در خطوط دفاع غیر اختصاصی انواع یاخته‌های خونی شرکت دارن جونم به این جمله که یکی از جملاتیه که معمولا تو آزمون ها دانش آموز ها خطای دید میزنن چی میگه؟ خطوط نه خط خطوط دفاع غیر اختصاصی یعنی اگه اینجوری تو تست دارد میگه پس ادامهش باید حکم بکنه که برای جفت خطا خطوط دفاع غیر یعنی هم خط اول هم خط دوم خب انواع یاخته خونی تو خط اول تو اصلا یاخته خونی داری؟ چرا اینجوری داری؟ هم از این بر غلط اصلا این جمله مثل فوشه واسه از اون و آقا خواه اگه این مشکلشو حل میکرد مثلا میگم در خط دوم دفع خوبه اینجوری بگه خط اولو بذاره که بازم غلط بود چرا میگه انواعی از یاختای خونی این هم گوش کن با دهمتون ترکیب میشه بچه یه سری واژه تو تست دقت کن ببین طراح اگه تو تست بهت میگه یاخته های سفید خونی خب انواعی از یاختای سفید اینجوری بهت بگه انواع از گلبوله سفید که میتونی روش حالا صحبت بکنی ولی وقتی اینجوری میگه انواعی از یاخته های خونی یعنی داره میره سراغ اون دسته‌بندیه گلوله سفید گلوله قرمز و تو هم میدونی حتی بچه تو خط دومه تو خط دومه توی گلوله سفیده هست نه بگه انواعی از یاخته های خونی انواع یعنی چند مدل دیگه نه گلوله قرمز که اصلا بنده خدا تو اونجا حضور نداره یعنی بچه میبینی حتی از طریق این واژه دانش آموز راحت میتونید این گزینه رو حذف کن اینم خیلی مهمه برای خودتون جزوه جای بنویس یادت نره تو تستا وقتی میگه خطوط دقت کن حکمی باید بکنی که وقتی داره دفاع دوباره خط اول و خط دوم بخونه چون ما درست رو میگن هیچ گزینه سه نوتروفیل ها میتوانند با صرف انرژی از دیواره مورکا به فضا بنیاخته اگزوسیتوز غلطه بچه این حرکت اسمش چیه دیابتز این چی آشغال به درد من نمیخوره درست رو میخواستی جواب گزینه چهاره لنفوسیت های بی میتواند در محل تولید گیرنده اختصاصی این کجاست بچه ها محل تولید گیرنده سطحی در خود برای لنفوسیت های بی مغز و استخوان دیگه فعالیت فاگوسیت ها رو تشدید کنن کاملا جمله درست رو دوست داشتن یه جواب میشه گزینه چهار بریم تست بعدی سرسری 94 هم بود تست سبک و خوب و استاندارد دوست داشتم حالا تست خیلی آسون و خیلی هم معمولی بود 95 در یک فرد سالم هر حکم هر یاخته موجود در خون به به یه قشنگ دستتو باز گذاشت که ماکروفاژ چیزی دیدی خط بکش جمله ماکروفاژ محسوسی داری نه خط بکش جمله در یک فرد سالم هر یاخته موجود در خون که توانایی جای خالی رو دارد نمیتواند جای خالی هر یاخته موجود در خون که توانایی دیابتز دارد نمیتواند در طول حیات خود از نظر ساخته تا غلطه مونوسیت بهتون گفتم دیابتز میکنه و تغییر هم میکنه علاوه ساخت میاد بیرون سه یکی دیگه میشه چی میگی نمیتواند غلط بعد هر یاخته موجود در خون که توانایی بیگانه خاری دارد این چیه نوتروفیل خب نمیتواند یک میکروب خاص را از سایر میکروب شناسایی کند کاملا درست موازی جواب گزینه دو راست میگه بچه چون نوتروفیل یادتون هست تو خط دوم دفاع غیر اختصاصی اما گزینه سه و چهار هم یه چک بکنیم هر یاخته موجود در خون که توانایی ورود به مرحله جی دو چرخه یاخته دارد این میدونی یعنی چی؟ یعنی میتونه این خودمونی بگم دیگه فارس میتونه تقسیم بشه خب نمیتواند گیرنده آنتیجنی داشته باشد کی گفته لنفوسیت یاخته خونیه که میتونه چون تقسیم میشه دیگه بهتون برخورد میکنه فلان تقسیم میشه و اتفاقا گیرنده آنتیجنی داره چی میگه حرفو غلط به درد من نمیخوره بعدی هر یافته موجود در خون که توانایی تولید ماده گشاد کننده این گشاد کننده همون هیستامین داره ماده گشاد کننده رگ ها
هیستامینه. نکته مهم، آقا کیمون میگه؟ خب هیستامین کسی که میتونه تولید کننده ماده گشاد کننده رگ کاوش هیستامین، خب همیشه ماستوسیت همیشه بازوکی. غلطه. چرا آقا؟ خب خودت گفتی این دوتام بابا داره میگه خون. چرا این نمی خون دیگه؟ ماستوسیت نه دیگه، میشه فقط بازوفیل. خب بازوفیل نمیتواند دانه تیره، اتفاقا دانه تیره داره. بزن این گفته نمیتواند جمله غلطه. این برای تحلیلش. قبل اینکه بریم سراغ تست 9، بحث اینا رو که من کلکش پارسا کارگاه بهتون گفته بودم، ولی الان باز یه مرور کنم چون مهمه با این بحث ترکیب بشه. بی اینجا خوب گوش کن. ببین گلولای سفید، خودمونی دارم بهت میگم دیگه، گلوله کام کلک تستی بود دیگه. گلولای سفید بر اساس دانه میم دو دستش میکنیم، خودمونی دیگه، دانه دار بدون دار. دانه دار هم فیلان، فیلا دانه دارن، مثل کیا بهتون گفته، نوتروفیل، اوزینوفیل، بازوفیل. حالا مدل دانه هاشون تو تستا مهمه، کد میدن باهاشون. گفتم سوال میکنند آقا ممکنه یادم بره روزا کنم کلک تستی چرا؟ یه کلک تستی الان بهت میگم تو ذهنت بشه. گفتم داره تو دانه، اولا مونوسیت و لنفوسیت که حکم قطعی اصلا دانه ندارن، این فیلان که دانه دارن. خب اینا اوکی دادی؟ حالا داره تو دانه هاشون میخواد روزه برات بخونه، خوب گوش کن. ببین گفتم بازو نماد قدرته. دو روز یارو میره باشگاه، گفتم بازو مثلا من زورم زده، ولی حال کاری نه، بازو نماد قدرت، بازوفیل و از اون ور یه چیز دیگه هم بچه نماد قدرته، تیر مثلا تیر میزنه و فلان اینا، نماد قدرت دیگه تیر و فلان اینا. یادت بمونه تنها بچه ها گلول سفید دانه داری که دانه هاش تیر است بازوفیله. یادت میمونه اینجا خوبه دیگه، اینجوری کد بذاری قشنگ تو ذهنت بازوف، به اینجوری بگو، بگو بازوفیل، اصلا اینجوری بخون تو ذهنت، بازو قدرت تیر، تیره آها اینه، فقط تیره اتفاقا اونه. حالا نوتروفیل و ایوزینوفیل اینا دیگه روشنن، اما آقا اینم میاد ریز و درشت میکنه، دانای روشنه درش، دانای روشنه ریز، اینو چیکار کنه؟ اینم گفتم کلکش یادت بمونه. ببین شما تو شیما اینا بحث زیر این زیر اتمی هست، الکترون پروتون نوترون اینا رو خوندین دیگه، ریزن دیگه، نوترون میتونی ببین ریز ریز نمیشه دیدش، نوترون ریزه. یادت میمونه نوتروفیل شبیه نوتر، حس نوترون بهت نمیده، نوتروفیل این ریزه است. یادت بمونه روشنه، چون تیره که فقط بازو بود، روشن و ریز، اون هم بنده خدا اون یکی دیگه اوزینوفیل هم میشه روشن و درشت، پس قشنگ کدگذاری شد تو ذهنه. این باره از سمت بچه هستن وارد میشن کد میدن هسته ها. نکته اول، همه گلولای سفید تک هسته این همش، این که حکم قطعید، اما برای چند قسمتی بودن ها، برای این شکل هاش اینا هم کد میدن، اینا هم خوب بشه. ببین تو تستا اگر گفت مثلا گلبول سفیدی که هسته چند قسمتی دارد، هسته سه قسمتی دارد، این دوتا واژه رو گفت، حکم 100% قطعی اینه که این نوتروفیله، سریع حکم قطعی. فقط اینه که بچه ها میتونن بهش بگن سه قسمتی یا چند قسمتی دارن، میگن اینه. اما یه دو دسته دیگه هم میمونن تک قسمتی ها. ببین تک هسته ای هم همشون ها داریم، در طور قسمت هاش صحبت هم همشون تک هسته ای. اما حالا یه دونه تک قسمتی دیگه میمونه، یه مدل هم میمونه که دو قسمتی هم. کیا تک قسمتی هن کیا دو قسمتی؟ این فیل بیا این نوتروفیل هر که دادی برای اون چند قسمتی سه قسمتی دیگه، دو تا فیل میذاریم اینجا، یه مونوسید لنفوسیت هم که اینا با هم تیمی هن دیگه، خانواده دیگه، این خانواده تک قسمتیه برای که این مونوسید لنفوسیت، برای این دوتایی هم که بازوفیل و اوزینوفیل اینا هم بشه دو قسمتی. آقا خب روی این دو قسمتی هم کد میدن، دیدی روی هم افتاده دمبلی فلا از این واژه ها میگه. اینو چیکار کنم یادم بمون؟ اینم الان بده دو تا بزرگواری که گذاشتیم تو این دو قسمتی ها، ببین نوتروفیلی که رفت هیچ، از این خانواده فیل ها دو تاشون موندن دیگه، بازوفیل موند و اوزینوفیل تو این دو قسمتی ها. بازوفیله که گفتم بازوه دیگه، خودش بنده خدا اصلا نماد قدرت تیر و فلان، نماد قدرته، عقده دمبل و این داستانه. اون اوزینوفیل است بنده اون گوش افتاده، اون عقده دمبل و اینا داره، یادت مون پینم کد بره. پس این عقده دمبل مثل آکتینیوزین بود، عقده تکیه فلان، اینم عقده این داستانا نداره دیگه، خودش بازو قدرت نماد تیر و فلان داستانا. پس یادت باشه اوزینوفیل است دو قسمتی و دمبلی دیگه، این یکم میمونه برای این دیگه، برای بازوفیله. بنده خدا بگو دیگه، بگو رو هم افتاده است و بس علاواز. حالا بیا تو این تک قسمتی ها، تک قسمتی گفتم میشه مونوسیت و لنفوسیت. آقا اینو چجوری کد بذارم؟ اینم کدش اینو یادت بمونه. ببین لنفوسیت ها دیگه خط سوم مان چیریکان، شما دیدین دفاع اختصاصی کماندوهای بدنن، زشته به لنفوسیت بگیم لوبیا، خدای زشت کماندوهای بدن، مثلا دلا خمیده زشته، مثلا گفت من همین بهت پارسان گفتم خدا وکیل احترامه لنفوسیت ها رو نگهدارین و کماندوهای بدنن.
پس یاد باشه دولا یعنی خمیده، خمیده و لوبیا رو به مونوسید بگو، چون برای این زشت، این باید احترامش نگه داشت. برای میشه گردو بیزی، برای لنفوسید میگیم گردو بیزی. پس اینا رو یادتون قشنگ کد گذاری بچه اینجوری تو ذهنت بزنی باور کنه. حالا من میگم 20 21 سال میخندی فلان، نه جدی بهت میگم خیلی میمونه تو ذهنت، میمونه. الان بچهای اینجا همین اینا دیوونه میمونه، همین شعرها اینا رفس کردن. حالا هر سری میام گیر دادن به ما میگه همه آدما پشت دور میشن. حالا منظورم اینه اینا میمونه تو ذهنی قشنگتر میمونه تو ذهنت. بریم تست اینا. اینا برای کد، اینا رو تو کارگاه پارسال گفته بودم، ولی یه مروره کلی براتون کردم چون شما کنکورین، خوبه براتون مرور بشه. تست نو وارد از اون جامعه هامون میشه. گزینه 298. پس از وارد شدن نوعی انگل تک یاخته‌ای به بدن، چند مورد در دفاع حفاظتی در برابر این انگل در انسان. به 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 این تست. چرا؟ اسم انگل دانش آموز میبینه میگه ایوزینوفیل. وایسا تو چرا اینو ندیدی؟ در دفاع اختصاصی، یعنی برو اختصاصی، یه انگلی اومده تو داره اینو ازت میپرسه. برای این راهکارهای دفاع اختصاصیمون چیه؟ داره میگه فعال شدن ایوزینوفیل، همه ذهن میره سمت این. نه بابا، تو میگی اختصاصی، این غیر، این خط دوم غیر اختصاصی به درد من نمیخوره. بعدی انهدام یه انگل توسط بیگانه خارا، خط دوم به درد من، من اختصاصی هم میخوام هیچی. سنتز باتنای اختصاصی، بله، از بین بردن انگل توسط یاخته تیه کشنده کاملا درست. دو تاش اختصاصی جواب میشه گزینه دو. تست رو دوست داشتم. بریم پایین. اینم پس یادتون بمونه ها، تا تپی به دیدی یه انگل دیدی، بله ایوزینوفیل گوشه جیبت باشه، ولی به اون واژه ها دقت کن. قلم چی گفت تو آزمون جامعه چند ماه پیش؟ گو همه جای خالی موجود در خون همانند درشتخارهای همون ماکرو، این فارسیش میکنن، همه همانند ماکروفاژ ها جای خالی، همانند گفتم همون تیپ دست مقایسه طوره دیگه، ولی ما اول اونو چک میکنیم بعد حالا درگیر مقایسه هم میشه. این چیه؟ چیه؟ خون. همه یاختای دندریتی موجود در خون غلطه، نمیخونمش. دندریتی تو خون؟ هیچ. بعد همه بیگانه خارهای موجود در خون، همه اونایی که خونن، من چی باید از بیگانه خارهایی که روزه خوندیم، خب ستشون که در بافتن، نوتروفیل رو میگیرم دستم که در خون. خب پاکسازی بقایای یاختای مرده بافته، این کار کیه؟ ماکروفاژی که اتفاقا در خون نیست. تو کد کی بهم داد؟ نوتروفیل داد. کار اون نیست، هیچ چی به درد من نمیخوره، میرم بعدی. همه یاختای با منشأ میلویدی موجود در خون، یادتونه بچه‌ها دهم با هم صحبت میلویدی لنفویدی فکر یادتونه با هم صحبت می‌کردیم، خب اونو داریم. فقط تمام تولید پاتن های ترشحی می باشند، کاملا درسته، راست میگه، چون کسی که بچه تولید پاتن های ترشح میکنه لنفوسیده و اونو میلویدیا نمیسازن. کی میسازه؟ لنفوئیدی میسازه. مقایسش حالا همانند درشتخوار، وقتی همانند ماکروفاژ اینجوری، یعنی وقتی همانند میذاری، یعنی این جمله برای اینم بعد اوکی میشه. بچه ماکروفاژ چی؟ فقط تمام تولید پاتن ترش. آره بابا اینم کار این نیست، فقط اونی لنفوسیده که بچه‌ای که لنفوئیدی است. جمله درست میخواسته جواب گزینه سه، ولی گزینه آخر هم چک میکنیم. همه گوچه های سفید دانه دار موجود در خون، حالا این در هنگام التهاب ترک گذاری، این ترک گذاری همون دیابته، نمیدونم چرا واقعا چه دلیلی داره خدایا دیابتز انجام میدن. اینجا همانند دروشخار، همانند ماکرو، بچه ماکروفش دیابت، همانند داره میگه ماکروفش دیابتز داره، غلطه به درد من. چقدر راحت بود هی بیا حالا بگو تست فلان، آقا رفتیم تست دادیم آزمون، نمیدونم چرا قلم چی اینجوری. تست 11 در پی خونسازی آنتیژن ها توسط پاتن ها فعالیت نوعی یاخته بیگانه خوار افزایش می‌یابد. این کیه که فعالیتش کد کیو داره بدین؟ ماکروفاژ. کدام گزینه در این یاخته درست؟ آقا کدوم گزینه در ماکروفاژ درسته؟ بی تست بزنیم بریم. 1 می تواند تحت تاثیر پکای شیمیایی که از دیواره مورکو ترشح می‌شود از خون، ماکروفاژ و خون چقدر حال میده بچا تستای ایمنی برای این سه تا دارینه ماستوسید ماکروفاژ خط بکشه حال کن. خون دیدیم برای تک گزینه بعد. ممکن نیست در هوابک و مجاور یاختایی باشد که عامل سطح فلاته. بچه این یاختایی که در هوابک مجاور، این کیه؟ این یاختایی که عامل سطح یاختایی نوع دوم داره میگیدی، میگه ممکن نیست در هوابک مجاوره. کی گفته تا اون ده هم که روزه میخونیم کی گفته که نمیتونه؟ اتفاقا ممکنه، غلطه به درد من نمیخوره. گزینه سه، از تغییر شکل یاختایی با هسته چند قسمتی. اینو چی بهت گفتم؟ گفتم کد کیه؟ کد نوتروفیل. بچه‌ها ماکروفاژ از تغییر شکل نوتروفیل نه، تغییر مونوسیت، غلطه به درد من نمیخوره. جواب میشه گزینه 4 با حذف گزینه. در تعیین اجزای نهایی ترکیبی نقش دارد که در کبد تولید و خارج کبد ذخیره میشد. به به، اینم دو این جمله‌ش هم دوست داشتم. تحلیل کن ببینم این جمله کیو داره بهت میگه. اگه تونستی یعنی یه پاز بزن خداوکیلی چند لحظه بهش فکر کن. خدایی ببین ذهنو متشنج کن قشنگ دهم هرچی ببین میتونی تحلیل. چیز خاصی البته نیست ولی جمله شو دوست دارم.
پاس کن برای خودت. حالا من بگم داستانش چیه. اولا اون کیه، کدوم ماده است که میگه در کبد داره تولید. ببین اولا وقتی داره روزمون ماکروفاژ و یه چیزیه که در کبد داره تولید میشه، در خارج اصلا باید ذهنت بره آروم بره به اون سمت که تو دهم داشتیم روزه میخوندیم، اون چیه که در کبد تولید میشه و در خارج کبد ذخیره. صفرا رو داره میگه در کبد تولید میشه، خارج تو کیسه صفرا ذخیره میشه. آقا ماکروفاژ چه ربطی داره بگید؟ میگه تعیین اجزای نهایی ترکیب تو ترکیبات صفرا چه نقشی داشت؟ ماکروفاژ یادت نیست دهم با هم صحبت کردیم گفتم ماکروفاژ با اون هموگلوبین رو تخریب میکنه که باعث بیلیروبین صفرا، گفتم آقا دفع کننده صفرا این بیلیروبینه. من روزه خوندیم دهم بابا، خیلی جمله دوست داشتنی بود ترکیب کرده با اون. ولی گفتم یعنی دانش آموز حتی اگه اینم نمیتونست تحلیل بکنه جمله آخره رو با حذف اون گزینه راحت تستو میزد، ولی جمله خوبی بود، دوستش داشت. قلمچی 98 آزمون جامعش اینو خودم عبارت درباره همه درباره پروتئین های موثر در خط دوم دفاعی وقتی اینجوری داره بهت میگه پروتئین چرا؟ آقا چرا مثلا خط دوم؟ میگه پروتئین چون تو میدونی نکته مهمشه بچا پروتئین های دفاعی در هر سه خط حضور داره. آقا چجوری ما خط اول پروتئینشون آنزیم لیزوزیم یاد باشه پروتئین ها، پس یادت میمونه پروتئین ها در هر سه خط حضور داره. تو خط سوم هم تو بی لنفوسیت تی کشنده چی میریزه بیرون؟ پرفورین، آنزیم های القا کننده، این همش پروتئینیه. و خود همین لنفوسیت تی کشنده بهتون گفتم دیگه روزه که خوندم بچه، این خیلی مهمه. بازم یه مرور کنم آتا تایم تو تقرب سری براتون مرور کنم. همین نکته فقط داخل پاکت بگم تو کلیپ گفته بودم که آقا روش کارشون که چرا یکیه لمس تی کشنده با یاخته کشنده طبیعی پرفورم بزن آن، چرا اینو میذارین تو خط دوم، چرا اینو میذارین تو خط سوم. تو کلیپ توضیح دادم، تو تقرب سری برات مرورش میکنم چون میترسم تایممون از دست بره، ولی چون نکته مهمیه علایار. حالا این داره میگه کدام عبارت درباره پروتئین های موثر در خط دوم دفاعی بدن نادرسته. من غلطه رو میخوام، پروتئین هایی که تو خط دومن. بریم گزینه ها رو بررسی کنیم. میدونید کیا بیشتر باید تو ذهنت بولد بشه؟ پروتئین مکمل، پروتئین های مکمل، اینترفرونی نوع 1 نوع 2، همه اینا باید تو ذهنت بشینه. تازه از طریق یاخته کشنده تابی تو پرفورین هم میتونی ببینی. اینا رو باید گوشی جیبت باشه. امکان دارد یاخته تولید کننده اینترفرون نوع 2، به به خودش گفت نوع 2 دیگه دمش گرم، اینترفرون نوع 1 را هم بتواند تولید کند. کاملا جمله درسته ولی من غلط میخوام به درد نمیخوره. آقا یه تحلیل میکنی یعنی چی این جملهش؟ میگه ببین یاخته ای که تولید کننده اینترفرون نوع 2 هست کیه؟ لنفوسیت تی. البته روزمون چون بچه داریم در واقع خط دوم میخونیم، بیا روزه بخون یاخته کشنده طبیعی، ولی خب میدونید که پروتئین اینترفرون نوع 2 رو لنفوسیت تی هم میتونه، ولی چون داره خط دوم میکنه اشکال نه. اصلا یاخته کشنده طبیعی خوبه، یاخته کشنده طبیعی تو خط دوم برای تو اینترفرون نوع 2 میسازه. حالا یه نکته، همین این بزرگوار امکان داره بچه یه روز همین این ویروسی بشه. آره همین این سلول دیگه یاخته کن برای اصلا اتفاقا ایس که داشتیم با هم صحبت میکردیم اونجا شما میدین که سلول های دفاعیمون ویروسی شده بودن. حالا همین رو میخوام بگم، آقا امکان دارم یاخته کشنده طبیعی تو یه روزی ویروسی بشه؟ آره. پس امکان داره که وقتی ویروسی شد، وقتی آلوده به ویروس شد، همین سلول آلوده به ویروس اینترفرون نوعی بله دیگه اینم میتونه بشه. اینم همین رو داره میگه کس اینجوری خودمونی بهت بگم، میگه کسی که اینترفرون نوعی یه روزی ویروسی بشه، آره میتونه، امکان داره بتواند یه روزی ویروسی شه و اینترفرون نوعی یکو بسازه. کاملا جمله درسته ولی من غلط میخوام به دردم نمیخوره. میرم گزینه بعدی. امکان ندارد، عاشق اینام. چرا؟ یه استثنا رو کن راحت میتونی جمله خط بکشی روش بره. امکان ندارد اینترفرون نوع 1 با ایجاد منفذ قشای باکتری وایس اصلا اینتر آره دیگه اصلا امکان نداره، چون اصلا این کار این نیست، این بنده خدا با منفذ قشا فلان کارا اینه. تو گفتم میاد مقاوم هم بر سلول آلوده ویروس، اینم خیلی مهمه، هم بر این آلوده هم بر سالم مجاور که مقاومه رو بره. درسته به درد من نمیخوره، من غلطم. امکان ندارد در اثر فعال شدن پروتئین های مکمل مستقیما قشای یاخته بدن انسان بشه. کاملا این جمله هم درسته. چرا؟ چون پروتئین های مکمل وقتی فعال شدن بچا مستقیما قشای یاخته بدن نه، همین الان گفتم چند دقیقه پیش قشای میکروب رو. بله اینم امکان ندارد، درسته ولی به درد من نمیخوره چون من غلطو میخوام. با حذف گزینه جواب گزینه 4 خدا وکیلی بچا اینم سخت نبود، تست معمولی میخوام یا آسون، ولی معمولی بود. ببین حالا همه اینا که داشتیم می‌زدیم اما آزمون جامعه بودن. امکان ندارد که پروتئین های مکمل در خارج از خوناب توانایی فعال شدن و مبارزه داشته باشن. کی گفته این حرف؟ اصلا شکل کتاب شکل التهابه هست،
تو اونجا پروتئین مکمل نمیبینی؟ ببین خارج از خونت داره میگه، یعنی بیرون تو مایه بنسون نمیبینی، اون مایه بنسون اون بغل بند خود داره فعالیت میکنه. کی گفته این حرف؟ اینه که اتفاق غلطه به درد من میخوره. جواب چی گزینه چهارم؟ بریم تسته 13 و 14 دو تا هم از سنجش هایی که تو همین آزمون جامعهشون سنجش دو تا آزمون جامعهش، یه دونه این تست داد یه بار این تست داد، دو تاشو ببینیم چی داد از بحث ایمنی. کدام گزینه درسته؟ گزینه ها بریم درست رو پیدا کنیم. در دومی خط دفاعی بیگانه ها به سرعت و بر اساس ویژگی عمومیشون کاملا جمله درستی. من واژه هاشم چک کردم، سرعتش چون دفاعی غیر اختصاصیه و عمومی، راستش چون دفاعمون غیر اختصاصیه با عمومی کاملا درسته، ولی گزینه دیگه رو چک میکنه. دو، یاختای دندریتی و مکروپاشیا ذرات بیگانه به گروه لنفاوی ارائه غلط شد. این کار برای اینه، برای این نیست. یه نکته خیلی مهم، ماکروفاژ در گره لنفاوی حضور داره، ولی این کار ارائه در گره لنفی فقط برای دندریتی است، برای این نیست. سه، بافت پیوندی رشته زیر درم آخه دیگه این آشغال نیست هیچ. چهار، دفاع اختصاصی فرندی سریعتر و قویتر از دفاع غیر. اتفاقا دفاع اختصاصی بچا زمان بره. کی گفته سریعتر؟ غلط جواب گزینه یک که با هم زدیم. تست آخرم بزنم و دعاتون کنم. همه یاختایی که تغییر شکل مونوسیت ها همشون وقتی داره میده، یعنی هم ماکروفاژ هم دارینه، بدت میمونه دوتا، یا حکمی بکن که برای جفتش بخوره. اول خودش چون تیپ تست مقایسه طوره دیگه، اول جمله رو چک بکنیم. از جمله بیگانه خارهای خارج از خون محسوب میشن، هم ماکروفاژ هم دارینه. راست میگم، همانند ماستوسیت، یعنی این بنده خودم خارجه، کاملا جمله درست پر بکنم، کامل هر سه تاشون راست میگه تو بافت. جواب گزینه یک، ولی سه تا دیگه رو چک بکنیم. در هم این وقتی میگه همه، جفتش گوشه ذهنت باشه. ماکروفاژ دارینه ای در اندام‌های مختلف از جمله کبد و تعال یاختای مرده رو پاکسازی. این کار فقط برای ماکروفاژ، برای دارینه ای نیست. هیچی جمله بعد بگم برای جفتش بشه. قسمت از میکروب یاختای ایمنی در گره لنفاوی این حرکته ور داره بیاره ارائه بکنه، این فقط برای دارینه است، برای ماکروفاژ نیست. با ترشح هستم که کلا بر جفتشون نیست. غلط جواب گزینه یک. ان شاء الله جلسه بعدی ببینیم. تا همتون خدای بزرگ. یا Thank you.